سلام، خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال ردباز. این بار عزیزان دل قرار بریم سراغ تحلیل و بررسی گیم پلی اساسینز کرید شادوز و قرار عشق کنیم با این بازی جذاب. فکر کنم دهمین باره که دارم مقدمه این ویدیو رو ضبط میکنم. چرا؟ چون که اشتباهی میگفتم اساسینز کرید میراژ. دیگه سن که بره با بالا دیگه داستان میشه. جونم براتونه که توی این ویدیو قراره اون دوتا تریلری که طی دو روز گذشته به ما نشون دادن رو با هم ببینیم، بررسی کنیم، نکته‌هاشو بهتون بگم و جدا از این یه سری فوتج اضافه داریم، اونا هم کاراشو میکنیم، یه سری فوتج انحصاری داریم، اونا هم کاراشو میکنیم و کلا هر چیزی که تا الان به بازی راجع بازی به ما گفتن رو پوشش میدیم توی این ویدیو. یه بخش زیادی از اطلاعات رو قبلا گفتم بهتون توی ویدیوهای قبلی و توی اون ویدیو حالا شورتی که اومدم یه سری توضیحات مفید دادم و توی این ویدیو دیگه همه چیز رو تکمیل میکنیم دیگه و یه سری اطلاعات اینجا بهتون میدم که تا به الان حداقل توی یوتیوب فارسی هنوز کسی بهتون نگفته. باریکل از این تریلر اول شروع میکنیم که توی شوکیس ایکس باکس نمایش دادنش و چیز خوب و یهویی بود، خیلی سورپرایز کننده بود. بریم اینو ببینیم. دیالوگای جالبی داره، نکات جالبیمون نشون میده و یه جورایی تیزر اون گیم پلی بود که فرداش نشون دادن. خب لایک و کامنت یادتون نره، عشق منید، بوس به یکا یکیتون. خب به به، چقدر خوشگله. پدر طالبت گفته بود که چرا استخونم تو هوا درد میکنه؟ منظورش اینه که وقتی دیدید دیگه بعضی که مثلا پاشون صدمه میبینه، وقتی هوا سرد میشه دمدمای صبح یه ذره فشار میاد و استخون درد میگیرن و این میگه به خاطر جنگ و این ماجرا این بلا سر من اومده، سربازا همه رو کشتن. من از دشمنمون نمیترسم. اون از صلح صحبت میکنن و رویای جنگ میبینن. خب پارکورش خوشگل و نرمه و تازه است، برای این سری تازگی خیلی لازمه. مردم ما لایق اینن که از چنگال ظالم آزاد شن. انتقام راه تنهایی ناوه، منو باور کن. راه های دیگه هم هست برای درمان خودت. این صدای پدر ناوه است. جونم یاسکه، آدم هایی که سریعن از قدرتشون سوء استفاده میکنن لایق نگه داشتن اون قدرت نیستن. خیلی چیزاست که ما میتونیم اصلا یاد بگیریم. یاسکه، این اسم یاسکه میدید یاسوکه نوشته میشه ولی یاسکه میگن، انگار اسش سش تشدید داره، یاسکه اینطوریه. اگه انیمه ناروتو رو دیده باشید یه کاراکتر داریم توی ناروتو که اسمش ساسکه است و خب اسمش ساسوکه نوشته میشه و مثلا دوبله آلمانی اون انیمه رو ببینید ساسکه رو زازوکه میخونن توی دوبله و این اسم هم مشابه همونه. کلا تو ژاپنی هر اسمی که سوکه تهش باشه اون سوکه سکه خونده میشه، مثلا یاسکه ساسکه مثلا، و اینم اسمش یاسکه خونده میشه و توی ویدیوی قبلی من یاسوکه میخوندم که این اشتباهه. اون یکی دیگه هم ناوه ای اسمش و اینجا یه اکسیکیوشن جذاب داریم. یه وقتی دو نفر به هم بیان همدیگر کامل کنن، در کنار هم بهتر باشن، اینو به وضوح میتونی ببینی. اینکه ضعفا رو تومه قرار بدی تو شرافتی نیست. صدا یاسکه بود. جونم با هم دیگه ما عدالت رو به مردم برمیگردونیم. خب تریلر جذابی بود. این آخرش چیزی که من برداشتم بود این بود که ما مثل گوست آف سوشیما قرار یه مود سیاه‌سفید داشته باشیم به سبک فیلم های کوروساوا، اما توی تریلر گیم پلی بعد این دیدیم که نه، قضیه یه چیز دیگه بوده. مثل اینکه وقتی اکسیکیوشن میکنی یکی مثلا اعدام میکنی، حرکت خفن میزنی روش سیاه‌سفیدوار میشه و خونه قرمزش خیلی خوش رنگ میشه و یه حالت هنری داره دیگه. میتونه برای بعضی جذاب باشه، برای بعضی میتونه اذیت کننده باشه. احتمالا اینو بتونید از روی ستینگ بازی آن و آف کنید، حالا روشن خاموش کنید اگه خیلی با این قضیه حال نکنید، احتمالا همچین گزینه‌ای داشته باشن دیگه، معقولانش اینه. بعد این سلاح کانوبو، سلاح اصلی یاسکس، یه جورایی یه کاتانا هم داره و این سلاحی که این دختر خوشگل و جذاب اینجا داره
که باش بمب رو قطع میکنه. سلاح کوساریگاما است. خب کوساریگاما سلاح جذابیه، یه داسه که به یه زنجیر وصله. خب یه سرش داسه، یه زنجیر بینشه و اون ته زنجیره یه توپ گویمانند آهنینه و خیلی سلاح کاربردیه. و اینکه اینجا تخریب پذیری بازی رو میبینیم یه جورایی و سنگین ضربه زدن یاسکر رو میبینیم. بعد دیگه تقریبا هر چیزی که اینجا به ما یه ذره‌شو نشون دادن توی گیم پلی بعدی خیلی بیشتر نشون دادن. کامت بازی همطور که می‌بینین خیلی خشن و جذابه و یاسکه خیلی سنگین ضربه می‌زنه. این ابیلیتی، این یکی از ابیلیتی‌ها یاسکه است، می‌بینید پا می‌کوبه زمین و کاری که انجام میده اینه که انگار یه جوری استامینای دشمن خالی می‌کنه، دشمن گیج میشه. خب می‌بینیم دشمنه هم وزن و هم سایز یاسکه هم وجود داره توی بازی و اینجا هم لیپ آف فیت جذاب و صدای چغک صدای عقاب. خب این تریلر یه حالت تیزر مانند داشتیه که ما رو آماده کنه برای تریلر بعدی، انگار هایپمون کنه واسه تریلر گیم پلی که 13 دقیقه بود و قرار بود فرداش بیاد که دیشب اومد. حالا بریم اونو ببینیم به علاوه یه سری چیزای جذاب. خب عزیزان دل، بریم سر اصل مطلب. یه دروازه توری میبینیم اینجا، دروازه سنتی ژاپنی و یاسکه از سوار که میگه جنگ و صلح، خیرخواهی و بیرحمی. من توی این سرزمین متفرق، سرزمین نامتحد مسیر خودم رو طی میکنم. رسیدیم به فوکوجیاما. بالاخره شکوفه‌های گیلاس و درخت‌های ساکورا رو می‌بینیم اون ته. ندارم برنج کشت می‌کنن. یه کشاورزا مشغولن چون یه کشت بزرگ آدم های زیادی رو لازم داره که روش کار کنن، رو زمینه کار کنن مثلا. و اینجا نکته جالب اول عزیزان، NPC ها رو نگاه کنید، ببینید سر تعظیم فرو میارن، احترام میذارن. سربازه محلمون نداد رد شد ولی اینا دوست دارن ما رو. و اینجا یه ذره باگ ماگ داره، مثلا یه NPC الان اینجاست فکر کنم، این به یه سمت دیگه تعظیم میکنه، یه ذره عجیبه. اینا این بند خدا و از اینا یه دو ستایی هست تو مسیر فکر کنم. و خب اینا خیلی اولا که قطعا اذیت کننده است، اما خیلی سخت نباید بگیریم بهشون چون هنوز بازی در اصل ساخته، هنوز حدودا 5 ماه مونده که بازی ارزشه و خب بگیم یه ماه قبلش بازی گلچه، 4 ماه دیگه میمونه که اینا وقتن رو بازی کار کنن و این باگ ها رو برطرف کنن. اگه برطرف نکنن موقع ارزم همین باشه، خب یه ذره اذیت کننده هست قطعا دیگه. خب اینجا یه بازرگانو داریم که سربازا ریختن سرشو دارن اذیتش میکنن و به زور مثلا مالیات میگیرن این حرفا. شونه. خب چیزی که هست اینه که طی فصلهای بازی حیوانا هم جایگاهشون تغییر میکنه. خب مثلا این سگا رو ما بیشتر توی بهار میبینیم، توی فصل دیگه کمتر میبینیمشون. ای آقای سامورایی از این سمت بیا. خب یه بچه از ما کمک میخواد، یه عجله کن خواهش میکنم. پشت سرت هم کوچولو، برو دنبالت میام. مادر بزرگ یکی آوردم، یکی مارو. در عجب بودم که کجا رفتی. یه هاش خانم صورت چروک رو میبینیم که انیمیشن صورتش خیلی خوب کار شده. آه یه سامورایی. خب چیزی که اینجا خیلی مشخصه اینه که انیمیشن صورت از حداقل دو سه تا بازی اخیر سری اساسینز کرید قوی تره، بهتره. یه سامورایی که اهل این سرزمین نیست، اینم میگه آره من یه غریبه هم، ولی از طرف من خیال راحت، نه ترس. یه بنز کافی از آدمای فوچیاما میترسم، نیاز نیست که اصلا بترسم.
اون از قدرتشون سوء استفاده میکنن و هی مدام از ما مالیات میگیرن و یه چندر قاز غذا تش واسه ما میذارن. الان هم تو بازارن دارن کلی بازی در میارن و از ما کمک میخواد که دهکده رو، این دهکده رو، این منطقه رو از شر این ارزل خلاص کنیم. این داشتمون هم گفت اله میرم سراغشون، یا تو این زندگی تو زندگی بعدی دخلشون رو میارم. نگران نباش آج خانم. آج خانم هم گفت خدا به امرات بچی جون. بله، صدای آواز ژاپنی میشنویم، موزیسین داریم این بغل داره تار مینوازه. میبینید موزیسین اینجاست، صدای خوندنش هم میاد. More division among the people here. More corruption. یه توی مردم اینجا تفرقه بیشتری هست، بین مردم اینجا فساد بیشتری هست و NPC هایی که دوباره به ما احترام میذارن. سامورایی ها کلن اون زمان خیلی مورد احترام بودن. Such beauty shadowed by suffering. یه چه زیبایی، حیف که افتاده توی سایه زجر و بدبختی و بیچارگی. اینجا چه اتفاقی داره میفته؟ این جنگ تو نیست سامورایی. خب هر وقت ما توی بازی اون شخص مورد نظر رو ببینیم، یه همچین دوربینی پیاده میشه توی ماجرا، بشونم زیپ کم میگن یا همچین چیزی میگن، که مثل زیپ لاین دوربین میره زوم میکنه رو اون فرد مورد نظر، رو اون کسی که ما قراره بکشیم باش به جنگیم، دشمنمون در واقع، ماموریتمون در واقع، و صورت اون شخص رو از نزدیک نشون میده و مشخصاتش رو مینویسه. مثلا این شخص اسمش فوجیوکا جیروه، که البته فهم کنم اسمش جیرو باشه، فامیلیش فوکی هرچی باشه، چون که ژاپنیا اول فامیلی رو مینویسن بعد اسم رو میمیسن. مثلا اودا نوبوناگا اسمش نوبوناگاست، فامیلیش اوداست. بهت گفتم را توی کشو برو. خب کانابوشو در میاره، یاسکه بشی بازی در میاره. این ضرباتی که نور قرمز روش داره دیگه قاعدتا همه تون اینو میدونید، یه چیز جدیدی نیستش، تو خیلی از بازی ها چنین چیز رو داریم و مدام هم توی بازی های تکرار میشه. این ضربات قرمز رنگ ضرباتی هم که ما نمیتونیم دفاع کنیم، ضرباتی که فکر کنم آبی رنگ باشه، حالا رنگ دیگهش که جلوتر میبینیم، اونا ضرباتی هم که ما میتونیم پری کنیم عزیزان. و چیزی که اینجا میبینیم، بذارید این گیم پلی رو ببینیم و من توضیحات رو روش میدم. پایین سمت راست کاراکتر ست ابیلیتی داره میبینید، و پایین سمت چپ جون و نمیدونم سلاح رو میتونیم عوض کنیم. و اینجا این بخش رو اگه دقت کنید، بالای جونش یه چیزایی هست که توی والورم داشتیم بهش میگن آدرنالین، و اونا که پرشه با استفاده از اونا ما میتونیم این ابیلیتی سمت راست رو پیاده کنیم. این سه تا ابیلیتی سمت راست هم توی بازی قبلی توی والهالا 4 تا بود اگه یادتون باشه، توی میراج هم 4 تا بود اگه درست یادم باشه. این سه تا ابیلیتی دو تاشون به سلاح شما وابستهن، یعنی یاسکه که دو تا سلاح داره، کاتانا و کانابو، اسمش رو یادم میره باید بخونم از این زیر، کانابو و کاتانا. الان اگه کاتاناشو در بیارم اون سه تا ابیلیتی دو تاش تغییر میکنه، و اون وسطیه ابیلیتی که کله این کلاخود سامورایی روش، اون وابسته به کاراکتره. خب و اون ابیلیتیه که وابسته به کاراکتره توی دنیا بازی پخشن، مثل اون بوک آف نالج والهالا. اگه یادتون باشه تو والهالا تو مپ بازی یه جایی بود که عکس کتاب بود، میرفتیم اونو باش تعامل میکردیم، به ما یه ابیلیتی جدید میداد و اونو میتونستیم اکویپ کنیم و استفادهش کنیم. خب اینم یه همچین ماجرایی داره. این ابیلیتی های منحصر به فرد که مخصوص کاراکتره، انحصاری کاراکتره، اینا رو توی دنیای بازی پیدا میکنیم، و اون دوتای دیگه مربوط میشه به سلاح ما، و هرچی با یه سلاح بیشتر مبارزه کنیم، بیشتر ازش کار بکشیم، اون سلاح کم کم قوی تر میشه، لول میگیره، ابیلیتی جدید براش باز میشه. دیدید آدرنالینش داره پر میشه با هر داج، و الان یه ابیلیتی یه ذره جلوتر یه ابیلیتی خوشگل میزنه، و چیزی که یه ذره عقب‌تر دیدیم این بود که اون سبد میوه‌اش همه جا پاشید. دیدین اونم خیلی چیز مهمی بود. و بالای سر دشمن، بالای جونش یه چیز زرد رنگ میبینید، اون مال آرمورشه، زرهشه، این زرهی که تنشه، و ما با پاسشرهای مختلف، یعنی پاسشر اینطوریه که مثلا
کانابوشو از سمت چپ میگیره، از بالا میگیره ضربه سنگین میزنه، از پایین میزنه. مثلا میتونیم یه جوری تنظیم کنیم که اون زرهه رو خراب کنیم، و اگه زرهه رو خراب کنیم خب آسیب بیشتر میبینه، دشمن سریعتر آسیب میبینه، و اگه زره داشته باشه دمیجی که بهش میزنیم کمتره قاعدتا. خب اینجا دخلش آورد و اینجا یه دونه از اون آدرنالین پوینت ها رو میزنه و ابیلیتی بالایی رو استفاده میکنه. اگه دقت کنید ببین، خب یه اونم خواستن منو بکشه. ممنونم ازت. خب اون سامورایی فاسد این جلوس و اون تمهش داره این منطقه رو به گند میکشه. بیشرف، تا وقتی که نفس تو ریه هام و قنجر یه تیغ یه شمشیر جونم، این صحنه‌اش خیلی خوشگله. یه شمشیر تو دستم نمیذارم همچین آدمی قصر در بره. صحبتی بود که یاسکه کرد. خب آرمورش رفت، دیدین اون بالاش یه زرد بود، اون رفت. فکر کردی کی هستی؟ برای مردم من عدالتم. موزیک خوبه، موزیک رو دوست دارم، ولی کاش بیشتر به این فضا میومد. حالا معلوم نیست موزیک اصلی بازی باشه یا نباشه. و این موقع چیزشه دیگه، اکسیکیوت کردن دشمنه که دیدید فضا سیاسفید شد و خون پاشید در دیوار. خوشگل بود، خوشگل بود به نظرم، ولی سلیقه این حس میکنم. شاید بعضی از این کارتونی شدن ماجرا و هنری شدن ماجرا خوششون نیاد، من بعدم نمیاد، ولی خیلی تکرارشه شاید یه خورده اذیت کننده شه. این عزیز دلم اومد از توی جیبش یه چیزی پیدا کرد که مشخص کرد رئیسش کیه. خب خودم میخواستم ترتیب شو بدم. زکی سرعتت خیلی کم، چی پیدا کردی؟ این سامورایی از مردم دهکده داشته مالیات میگرفته و پولمول میدوزیده و چند وقتی هست که اونا رو داره گشنگی میده بهشون. و حالا ما با این کاغذه فهمیدیم که این واسه کی کار میکنه، اربابش کیه. دایمیو، دایمیو همون ارباب قلعه فوکوجیاما که اینجاست، قلعهشون اینجاست. باید بریم، نه قبل از اینکه متحدامونو بفرستیم که دنبالش بگردن، چون پیدا کردنش سخته. آها حالا اینجا سیستم جاسوسی بازی رو میبینیم عزیزان، باش آشنا میشیم یه خورده. اگه سمت چپ رو نگاه کنید میبینید نوشته سکاوت. خب سکاوت به معنی دیدبانی جاسوسی مثلا. و ما سه تا دایره پر داریم اینجا، و وقتی اینا میزنن این منطقه اسکن بشه که جاسوس‌ها برن کارشون رو بکنن، اطلاع جمع کنن، یه دون از این دایره ها کم میشه. خب یعنی ما سه تا از این جاسوس‌ها داریم، یا حداقل سه بار میتونیم از این قابلیت استفاده کنیم. اینکه این قابلیت چجوری پر میشه فعلا مشخص نیست. خب و حالا ماجراشو ببینید. گزینه اسکن اومد، اسکن رو که زد یه دونه دایره خالی شد و مشخص شد که دایمیو کجاست. دایمیو اونجاست تو قلعه است. کی میره جلو؟ میتونی مخفیانه بریم یا از در اصلی سرمونو مثل گاو بندازیم پایین بریم تو. حالا عزیزان دل، الان روزه، خب هوا روشنه، ولی نزدیکای شبه و قاعدتا منطقیه که اون کاراکتری بره جلو که توی شب میتونه مخفیانه بره و کاراشو بکنه. اساسین ماجرا، شینوبی ماجرا در واقع، بس بخاطر همین توی این گیم پلی ناوه رو انتخاب میکنن. خب جلوتر توی این ویدیو بعد از اینکه این گیم پلی رو کامل دیدیم یه بخشایی بهتون نشون میدم که توی همین ماموریت یاسکه رفته جلو، خب و تو روز رفته جلو، و یه بخشایی هم هست که ناوه رفته جلو باز دوباره توی روز رفته جلو، نه توی شب. و اینا چیزایی که توی اون گیم پلی به ما نشون ندادن و اینا فوتج جدیده، با هم می‌بینیم بعد از این گیم پلی. و ناوه انتخاب شد، میگه تقریبا هوا تاریکه، هیچ کس از رفتن من، از نزدیک شدن من اونجا با خبر نمیشه، هیچ کس شانس
روبرو شدم با تو رو نداره، ولی اونجا مراقب باش. نگران نباش، من تنها نخواهم بود، من و سایه ها با هم میریم. یه ذره دیالوگاش سر کرینج، دیالوگاش ذره مثلا اینجوری خیلی قهرمان پرورانه است دیالوگاش، ولی خب ژاپن قدیمه دیگه، شاید اون دوران ملت اینطوری صحبت میکردن، نمیدونم. When fighting a snake, why wrestle the body when you can slice off the head? یه وقتی میخوای با یه مار به جنگی، چرا با بدنش کشتی بگیری وقتی میتونی کلشو قطع کنی؟ قیفتی بازی ها چه تو تاریکی شب میری کارتو میکنی. خب حالا اینجا میبینید دیگه پرنده و عقاب و این داستانه نیست که مثلا منطقه رو براتون اسکن کنه، دشمن رو شناسایی کنه، خودتون با این ایگل آی این حرکت رو میزنید عزیزان، و این پرنده دیگه نداریم تو بازی که اینو احتمالا تا الان میدونسته دیگه. خب اینجا میبینید این گوشه یه جوری وای میسته و دید میزنه اونور ماجرا رو، اونور دیوارو. این کارو یاسکه هم میتونه بکنه خب، اما چون هیکلش درشته تمام بدنش رو نمیتونه مخفی کنه و یه ذره بدنش دیده میشه از اون گوشه، و اگه حواسی هم باشن گاردا میبیننش. خب کلن یاسکه نمیتونه انقدر مخفیانه بره جلو مثل ناوه، میتونه تا یه حدی مخفی باشه خب، اما خب از اونجایی که یه تابلوه دیگه، هیکلش گنده است، لباساش پر زرق و برقه، خیلی سختشه این کار، و اصلا کاراکتر برای مخفیانه بازی کردن ساخته نشده، برای گولاخ بازی ساخته شده. خب اینجا رو نگاه کنید، حالا اسکرین شات میذارم رو تصویر که کامل ببینید. ما 4 تا آیتم داریم پایین سمت چپ خب، که احتمالاً وقتی دکمه L2 رو نگه داره اینا پدیدار میشن. بالایی کونای، سمت راستی شوریکن، سمت چپی یه چیز زنگوله ماننده که فکر میکنم برای این استفاده میشه که مثلا پرتش کنی یه سمتی و حواس دشمن بره اون سمت. خب پایینی هم که بمب دودزاست. سمت چپی ممکنه یه قابلیت دیگه هم داشته باشه، از اونجایی که استودیویی که روی این بازی کار کرده قبلا روی چیز هم کار کرده بود، اودیسی هم کار کرده بود، توی اودیسی ما یه قابلیتی داشتیم که اگه یادتون باشه متحدامونو میفرستیدیم سراغ دشمنا که اونو درگیر کنه، سر اونها رو گرم کنه یا حالا شکستشون بده. ممکنه این زنگوله مثلا رفقای ما، اون جاسوسای ما رو خبر کنه و بندازتشون جون دشمنا. بعید میدونم، احتمال همون چیزیه که سر دشمن گرم میکنه و پرت میکنه و این داستان. کونای که بالاست ما تعداد کمتری ازش داریم و چاقوی پرتابیه و به دشمن دمیج سنگین میده، مثلا اینکه بزنی تو سرش میمیره که حالا جلوتر اینو میبینیم. سمت راستیه که شوریکن باشه تعدادش بیشتره، تعداد بیشتری ازش داریم، اما کشنده نیست، صرفا دشمنه رو گیج میکنه، و یه کاربرد خیلی مهمتر دیگه ای که داره اینه که باهاش لامپا رو میزنیم و تاریکی ایجاد میکنیم و توی اون تاریکی مخفی میشیم عزیزان. خب اینجا میبینیم سینخیز میره برای اولین بار توی این سری. You're mine now, Snake. یعنی مال خودمی دیگه، مار کثیف. و اینجا این فانوس رو میزنه، تاریکی درست میکنه، حواسمون هم پرت میکنه و بعد میره سر وقتش. وقتی حالا جلوتر بهتر نشون میدم اینو. باشید. میبینید وقتی میره توی تاریکی مطلق دورش یه حاله نوری میاد، اینا این شکلی سفید میشه دورش. این وقتیه که شما کامل مخفی هستین دیگه. این که بیاد دورتون یعنی شما مخفی این دیگه، کس شما نمیبینه. و این دیوارا رو هم میبینید خیلی خوشگل میره بالا. این کارو یاسکه نمیتونه انجام بده عزیزان، در جریان باشید. این دیواره که سخت ازش میرفت بالا، اینا رو یاسکه نمیتونه بره بالا. اینم یه ایر اساسینیشنه ناز. خب رسیدیم به قلعه فوکوچیاما و میبینید که همه جا نگهبان داریم و اینا هم راجع به یه قبری صحبت میکردن که حالا مهم نیست. یه خانومی رو سمت راست میگیره که ایشون خدمه اینجاست. خب اینو اگه کاریش نداشته باشیم این به ما حمله نمیکنه، اما سر صدا میکنه، دشمن با خبر میشه. سلاحی که برای این کار استفاده کرد همون گرپلینگ هوکشه، میندازه دور گردن طرف، میکشتش عقب و حالا در خفا یا میتونیم بیهوشش کنیم یا بکشیمش. و توی بازی سیندیکت، اساسین اسکریت سیندیکت هم مشابه اینو داشتیم، اما فکر کنم از پشت دست طرفو میگرفت اگه درست یادم باشه. اینا آره سازنده سیندیکت و اودیسی هم بودن دیگه و همچین قابلیتی رو اینجا پیاده کردن. خب
اینجا نور رو خاموش میکنه که بر خودش تاریکی درست کنه و تو اون تاریکی گم و گور شه. خب اینا درهای شوجی هن. توی ویدیو قبلی بهتون گفتم اگه با یاسکه بازی کنیم میتونیم این درها خراب کنیم، وحشیانه بزنیم در و دیوار رو خراب کنیم. خب اما قابلیت نوعه اینه که از توی این در شوجی دشمن رو اساسینیت میکنه با یک ضربه و برای انجام این کار شما باید شمشیر کاتانا رو اکویپش کنید، اون باید دستتون باشه و اینه نمیتونی این کار بکنید. این نورم خاموش کرد. خب اون داره میاد، باید قایم شه. این قابلیتش هم خیلی خوبه، میره اون بالا قایم میشه و میتونیم حالا در بریم، میتونیم بریم سر وقت دشمن داخلش رو بیاریم که این عزیز دل تصمیم میگیره فرار کنه. همه تون بیخواستیتین. در راجب اون نوچهش اون سامورایی که مرده میگه این لورد تایشه، این ارباب اینجاست. خب میگه من ساموراییم، اول میمیره وسط بازار توسط یه احمق بیشرف، بعدم توی بیشور اومدی چای منو داغ داغ به من میدی، مرد که اولاق چای جوش اومده تمش هم از دست داده، خدا ازت نگذره. داره تنبیه میکنه خدمشو، نگران نباشی چیز خاصی نیست. فضا سازی خیلی خوشگل اینجا. یه فوجیاکایی که ازش صحبت میکنه احتمالا همون ساموراییه که یاسکه دخلش آورد، بهتر که از شهرش خلاص شده. یه همچین اربابی لایق اینه که خیلی آرومتر بمیره، خیلی با زجر بیشتری بمیره، یعنی نسبت به این قتلی که الان میخواد انجام بده. میگه لایق چنین قتل نیست، باید خیلی پرزجرتر بمیره. و به محض اینکه اومدیم بیرون هوا طوفانی شد و بارون شدیدی گرفته و فصلی هم که الان توی بازی داریم میبینیم فصل بهاره، بازی چهار فصل داره و قابلیت‌های مختلف داره هر فصلی. مثلا اگه زمستون میمدیم اینجا این آبی که الان قراره بریم توش این یخ بود و باید از لابلای برف و سینه‌خیز میرفتیم و یه کار دیگه میکردیم، یه استراتژی دیگه رو عملی میکردیم. ولی الان چون بهاره سینه‌خیز میره زیر آب و اینجا یه قابلیت خیلی خوشگل داره. میبینید با یه نی بامبو داره نفس میکشه، این خیلی خوبه، این خیلی خوبه. خب اربابو کشت، خدمه فرار کرد و حالا سه تا نگهبان اینجا. طوفان شدیدتر شد، اون درخته بامبو رو میبینید چقدر سریع غیب میشه، اینم یه خورده بد و اذیت کننده است. کاش حداقل یه چند ثانیه بیشتر میموندن و غیب میشدن. ولی به هر حال از اونجایی که نوع کاراکتر ضعیفیه، چست و چابکه، خیلی قلدر نیست، باید بزندر رو عمل کنه عزیزان. به خاطر همین اگه با اینا درگیر میکرد ریسکی بود براش. چرا؟ چون که حتی داج نمیتونه بکنه این کاراکتر. نه نه صبر کنید داج میکنه کاراکتر، از اونجایی که فرزه داج میکنه پری نمیکنه، منظورم پری بود، پری نمیکنه، به جاش دیفلکت میکنه. فرق پری و دیفلکت چیه؟ اولا که هر دوشون اینجوریه که مثلا با شمشیر با اون سلاح جلوی سلاح دشمن رو میگیری. خب پری اینطوریه که وقتی سلاح جلوی سلاح دشمن ضربه دشمن رو گرفتی خودت یه ضد حمله بهش میزنی. دیفلکت اینطوریه که جلوی ضربه شو میگیری و مثلا در میری، داج میکنی، فرار میکنی، قرتی بازی در میری دیگه. خب و آره تعداد اینا اینجا زیاد میشه و فلنگو میبنده میره، بنز کافی خون ریختن وقت رفتنه. خیلی سریع خیلی نرم فلنگ و بست و رفت عزیزان. طوفان هم داره شدت میگیره. خب به به فصل های مختلف رو نشون میده که الان حالا جلوتر با جزئیات بیشتری میبینیمش. تخریب پذیری فضای بازی،
نظر و نیاز کاراکتر رو مشاهده کردیم، دختر و پدر دور همی و مس کردن و مهمونی هم دارن، داشتن ساکه میخوردن دارن. باری کلا باری کلا، موزیک خوبه، موزیک جذابه. خب بازی 15 نوامبر میاد عرضه میشه و بریم سراغ فوتج جدید و اختصاصی عزیزان، از فضای بازی، از فصلهای بازی. کوتاهه کوتاهه، خیلی بلند نیست. آرامش بخش، واقعا آرامش بخش. به 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 به، جدا خوشگل فضای بازی. خب این یه نمای دور از همون دهکده‌ای که توش گیم پلی دیدیم، فوجوکایا ماشامچوبولی، فوکوچیکا، همچین چیزی بود اسمش، حالا من حضور ذهن ندارم. و یه این فوتج دیگه است، فوتج بعدی راجع به فصل‌های بازیه، یه جورایی تغییر روز و شب و فصل و این داستانا رو بهتون اینجا نشون میده. هواهای مختلف، مثلا یه ذره باد شدت گرفت فکر کنم، الان بارون گرفت. و این هم باز ادامه همون فوتج رابطه فوتج جداست که اینو توی مراسم نشون دادم، پشت تصویر اون بنده خدا که داشت صحبت میکرد، فکر کنم کارگردان بازی بود اون کچله، پشت اون نمایشش دادن. خیلی تو دل ماجرا نرفتیم ولی این حالا بزرگترش رو دارید میبینید، تغییر فصل رو نشون میده. صدا نداره، صدا نداره، نگران نباشید. چقدر این درختای ساکورا خوشگلن، چقدر خوشگلن. خب اینم از این، قاعدتا باید بره فوتج بعدی. کم کم برای فوتج بعدی بذارید این تموم شه، فصل رو ببینیم، بعد فوتج بعدی بهتون میگم داستانش چیه. تموم شد دیگه داشت، 50 تا فصل که نداریم، 4 تاست. چقدر میخوای نشون بدی؟ آها اینم بگم بهتون، اینو یادم رفت بگم، اینم یادم رفت بهتون بگم، توی والهالا یادتونه مثلا میخواستیم روز و شب کنیم، شب و روز کنیم، مدیتیت میکردیم دیگه. توی این بازی چنین گزینه‌ای نداریم، یعنی شما اگه روز میخواید ماموریت انجام بدید، خب قاعدتا بهتره که با اون بنده خدا یاسکه برید. اگه شب میخواید برید، اگه یعنی شب میخواید ماموریت انجام بدید، بهتر که با یاوه برید دیگه. و میتونید حالا ریسک کنید روز با یاوه برید و شب با یاسکه برید، میشه، میشه چنین کاری کرد. ولی آره دیگه، باید طبق اون روال بازی خودتون تصمیم بگیرید که کدوم استراتژی بیشتر جوابه. و یعنی نمیتونید روز و شب کنید، شب و روز کنید، زمان رو نمیتونید به جلو ببرید. و این خوبه، اینو دوست دارم، این یه جورایی ما رو مجبور میکنه که هر دوتا کاراکتر رو باشون بازی کنیم، هر دو رو تجربه کنیم، اینجوری نباشه که بچسبیم به یک کاراکتر. و این فوتیجی که از الان تا آخر ویدیو قرار ببینیم، تقریبا 2 دقیقه، چند تا از این یوتیوبرهای گردن کلفت خارجی، یوتیوبرهای بین المللی که بالای مثلا 100K 200K ساب دارن، اینا رو دعوت کرده بودن قبل از مراسم یوبیسافت فوروارد، دعوتشون کرده بودن به لس آنجلس و یه مراسم جداگونه داشتن برای اینا، و اونجا یه سری فوتیج به اینا نشون دادن و یه سری اطلاعات بیشتر بهشون دادن، یه مراسم خیلی خوشگل و درست درمون بوده براشون. و این ویدیو از کانالی که از این عزیزان گرفته شده که اسم کانالش اومده این کنار، بلک وودز. اگه کانالشو ندارید حتما دنبال کنید، ویدیو خوب و قشنگی میذاره، فکر کنم هندی باشه نمیدونم، ولی ویدیو جالبی داره. و اینا فوتوجه قشنگ و خوشگلیه، اینا رو با هم ببینیم، صحبت رو اینا زیاد میشه کرد. خب این حرکت خیلی خوشگل بود، این حرکت، این حرکت یه بار دیگه با ببینیم، اینجوری نمیشه. و چه سرعتی زد یارو، رو هوا بود هنوز. خب ساسکه رو میبینیم زیر گلبرگای شکوفه گیلاس، و اینجا استفاده از
تفنگ آرکوبوس یه همچین چیزی اسم تفنگش، استفاده از این تفنگ می‌بینیم. ریلود کردن این اسلحه توی واقعیت خیلی بیشتر طول می‌کشه. توی بازی خیلی سریع انجام میشه که خب بازی دیگه طبیعیه، اگه خیلی می‌خواستم طول بدن اذیت کننده می‌شد. یاسکه هم تیر کمون داره هم این اسلحه رو داره، از هر دوش میتونه استفاده کنه دیگه. خودمون باید تصمیم بگیریم که کدوم رو اکویپ کنیم. یه ذره از پارکور ماجرا میبینیم. آها اینجا خیلی نکته جالبی داره. میبینید اون ماموریت رو، همون ماموریتی که توی گیم پلی نشون داد، اون فوتج قبلی یاسکه بود که توی روز داشت ماموریت رو میرفت حمله کرده به قلعه. الان یاوس که طی روز حمله کرده به قلعه و قصدش اینه که این بنده خدا رو، این گندوکی اینجا رو مخفیانه بکشه. خب اما حواسش به سایش نیست. سایش رو نگاه کنید اینور، سایش میاد جلو، این همینطور که میاد پایین‌تر این سایه میاد جلوتر تا میرسه به اینجا. این بنده خدا سایه رو میبینه و سریع رو هوا دینای میکنه اساسینیشن رو. یه همچین قابلیتی ما توی فهم کنم اساسینز کرید 1 و 2 و ریولیشنز هم داشتیم. حالا مشابه این دقیقاً اینطوری نبود که مثلا اگه سر صدا می‌کردی خودت رو لو می‌دادی، اون فرد مقابل دشمنت می‌تونست اساسینشنت رو دینای کنه، یعنی دست رد بزنه به سینه اون اساسینشنت. و توی این بازی هم اومدن اینو پیاده کردن به سبک خیلی خوشگل‌تری. و نکته جالبش اینه که میتونید اینو از توی آپشنز بازی گزینش رو خاموش کنید، یعنی یه گزینه‌ای داره که به شما اجازه میده هر دشمنی رو که اساسینیت میکنیم با یه ضربه بکشین. خب یه گزینش هم، یعنی همون گزینه رو اگه فعال کنی اینطوریه که خب واقع گرایانه تره دیگه، و اگه یه جوری باشه که تو لو بری دیگه اساسینیشن ممکن نیسته. این دیگه بستگی به نوع بازی کردن خودتون داره. مثلا اینجا دینای میشه عزیزم، دیدید؟ بذارید دوباره ببینیم این صحنه رو به این شکل جلوشو گرفت، گفت مال این حرفو نیستی، ریز میبینمت. هوای طوفانیش خیلی دلگیره. خب اینجا یه ذره گیر داره پارکورش، دیدید یه ذره رو هوا معلق بود انگار. و اینجا باز کامبت نوه رو توی روز میبینیم. خوشگل بود. یه جایی اکسکیوشناش تر میزنه به نظرم، خیلی جالب و قشنگ نیست، خیلی طبیعی نیست. اینو خیلی خوشگل میکشه، اینو نگاه کنین شما. اوف این خوشگل بود، این خیلی ناز بود. این دوباره کشتن همون ارباب است توی روز عزیزان. و فوتج ما اینجا تموم شد. بذار ببینم نکته ای رو از قلم ننداختم. نه همه چیزها رو بهتون گفتم و این از چیزهایی که ما فعلا از گیمپلی بازی میدونیم عزیزان. به نظر بازی خوبی میاد، میگم هنوز دارن روش کار میکنن. این فوتیجی که میبینیم، این گیمپلی که میبینیم، گیمپلی نهایی بازی نیست. اما دیگه خب کنفیکون هم قرار نیست بکنن دیگه، قرار صرفا یه سری تغییرات کوچیک توی بازی پیاده کنن. ولی به هر حال این 4 ماه وقت زیادیه، توش میتونن باگای بازی رو فیکس کنن، میتونن اون اساسینیشن ها رو بهتر کنن، خیلی کارا میشه کرد. امیدوارم عملی شه اینا، چون که به نظر میاد بازی خیلی پتانسیل داره، به نظر میاد بازی خیلی خوب میتونه باشه و یه انقلابی دوباره بکنه توی سری اساسینز کرید. نمیدونم عزیزان. خلاصه توی کامنت ها نظرتون حتما بگید، عشق منید، لایک و کامنت ازتون نره. مرسی که ویدیو رو دیدید، امیدوارم خوشتون اومده باشه، لذت برده باشید، سرگرم هم شده باشید. مخلصم تا یه ویدیو دیگه، خدا حافظ.